خونین بیروت. در انفجار دستگاه‌های ارتباطی در پایتخت لبنان تا این لحظه چند نفر شهید و بیش از 2700 نفر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی با ترور جمعی لبنانی‌ها در قتل و جنایت همه قوانین جنگ‌های جهان را زیر پا گذاشته. حزب الله در بالاترین آمادگی برای دفاع از مردم لبنان هست. حسن بگو چه سختی هایی کشیدی؟ اول با پرتاب سنگ شروع کردم. قبلی که قهرمان پارالمپیک بشم مشیر تاکسی سرویس بودم. من اسنپ کار میکردم تا رسیدم به قهرمانی. الان که ما همین الان داریم صحبت میکنیم، حسن همین اتاق عمل تو فرانسه. بگم به آرزوم آخر رسیدم، همیشه قفلت میکردم و دیر میشد. خوشحالم از اینکه به حمدالله ورزش رو به پیشرفته. خوشحالی؟ ناراحتی؟ چی؟ مریض خیلی خوبه، درس خون میشم، با سواد میشم. خوبی؟ نه خیلی، من خیلی کلاتیه. خیلی من دوست دارم درس ها. اون باری کلو چره قد دوست داری؟ برنگ حس خوب رو هم میده. من با سواد داشیم، یه کاره داشیم، خیلی خوب باشیم. خانم معلم ها چقدر دوست داری؟ یه وضعیت فوق العاده بد داره بازی کردن توش، خیلی خطرناکه هم برای بازیکن هم برای اسب. حالا وزیر تازه نفس میگه اون صحنه های زمین خوردن اسب ها رو دیده و قول داده آستین ها رو هم بالا بزنه. متاسفم از اون اتفاق، قطعا دیگه ما شاهدش نخواهیم بود. قبلا کم لطفی هایی در مورد چوگان داشتیم، این کم لطفی ها رو در واقع پایان خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان سلام، شب شما بخیر باشه، خوش آمدین به خبرهای امشب. روز خونین بیروت در تقویم جنایت های رژیم صهیونیستی. انفجار دستگاه های ارتباطی پیجو در پایتخت لبنان تا این لحظه دست کم 9 شهید و بیش از 2750 زخمی داشته. آمار وزارت بهداشت لبنان میگه حال 200 نفر از زخمی ها وخیمه. رسانه ها به نقل از منابع امنیتی میگن انفجارها ناشی از حمله فناورانه بوده. سفیر ایران در بیروت هم مجروح شده اما سطحی. وزارت بهداشت لبنان آماده باش کامل به بیمارستان ها داده و از شهروندان هم خواسته از دستگاه های ارتباطی بیسیم دور بشن. گفته شده پیجو یا همون پیجرهای منفجر شده آخرین نسخه‌ای هستند که حزب الله در ماه‌های اخیر خریده. بین آسیب دیده‌ها شماری از نیروهای حزب الله هم هستند. حزب الله لبنان در بیانیه رژیم صهیونیستی را عامل انفجار پیجوها اعلام کرده و گفته تحقیقات گسترده امنیتی و علمی برای پیدا کردن علت وقوع این انفجارها همزمان شروع شده. از مردم می‌خواهیم مراقب شایعات و اخبار نادرست و گمراه کننده باشند. حزب الله لبنان تاکید کرده مقاومت در همه سطوح در بالاترین آمادگی برای دفاع از لبنان و مردمشه. وزیر امور خارجه کشورمون در تماس تلفنی با همتای لبنانی اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن شهروندان لبنانی رو به شدت محکوم کرد و گفت ایران آماده کمک به درمان مجروحان یا انتقالشون به تهرانه. دیداری با مجموعه ای از عزیزترین فرزندان کشور. رهبر انقلاب امروز با قهرمانان نشان‌آور رقابت‌های المپیک و پارالمپیک دیدار کردند. دیداری که متن و حاشیه‌های پرمعنا و زیبایی داشت. ایرانی هم واقعا هیچ افتخاری بالاتر از این نیست. دختر ایران زمین عالی، بهتر از همیشه. بچه روستایی که رفت طلای پارالمپیکو گرفت. بچه روستا هم. من به معلولیتی که داشتم کارگری کار میکردم، سر تراکتور کار میکردم. فوق‌العاده است این پسر، ماشاءالله. به علی اکبر غریب‌شاهی قدمونشون کشید برای کل دنیا. برای این ورزشم توی مدال که کسب کنم واقعا سختی زیادی کشیدم، از بیپولی بگیر، از
نمیدونم ناملایمت های ورزشی بگیر تا اینکه موندم و تلاش کردم تا به اینجا رسیدم. چون که من با سن کمم تجربه دوری از مادر نداشتم و خیلی اذیتم میکرد. زهرا این همه سختی ول میکردی برای چی؟ من آدم نیستم که به راحتی تسلیم بشم. اصلا بگو چه سختی هایی کشیدی؟ کشیدم اول با پرتاب سنگ شروع کردم. قبلی که قهرمان پارالمپیک بشم مشیر تاکسی سرویس بودم. من اسنپ کار میکردم تا رسیدم به قهرمانی. نه عروسی رفتم، نه عزا رفتم، صرفا یا اردو بوده یا تمرین. زندگی تو گذاشت؟ دقیقا. حسن نبود اول؟ حسن الان که ما همین الان داریم صحبت میکنیم، حسن همین اتاق عمل تو فرانسه تو نیست. 4 نفر رو بردید شما امسال به المپیک، هر 4 نفرم لطف خدا بود. دقیقه ساروی عزیزم چی؟ خب دلش کن دیگه، دغدغه نگو. شغل بگیرن فرداش ازدواج میکنی؟ من نمیدونم، یه هفتم بکش. بگو زن بگیر. آقا هنوز اون دختر خوشبخت پیدا نشده. دو دهم. وای وای خدای من، منو اصلا یه 20% کمتر گذاشت. اون دادی که من زدم سر رفتن به فینال دیگه یه چیز عجیبی بود. چی بود؟ دادی که نمیزدی حقوقتو نمیدادم مردم. این بودید؟ به همین تیم بودنمون هم نتیجه داد. یه فرزند ایرانی. خوشحالم. خیلی خوشحالم. از مجموع 37 نشان کسب شده در مسابقات المپیک و پارالمپیک، 7 نشان رو دختران ایران زمین کسب کردند. با اولین مدال بانوان، ماشاءالله، مبینای ایران زد. خوشحالم که این افتخار تو 19 سالگی به دست آوردم. زد در زد به دخترامون خیلی افتخار میکنن و خب این خیلی ارزشمنده که رهبرمون واسه بانوان ارزش قائلن. و دیدار فرزندان ایران با رهبر انقلاب، فرزندانی که در مسابقات المپیک و پارالمپیک 37 مدال رنگارنگ را کسب کرد. سنت شکنی بکنم. همیشه ورزشکارا که خدمت شما میرسن برای عرض ادب و ارادت، انگشتر متبرک شما گیر پهلوانای آقامون میاد. مبارکت باشه انگشت. سلامت باشی. بله بکنم به آرزوم آخر رسیدم. همیشه غفلت میکردم و دیر میشد. اگر که امکان داشته باشه یه انگشتر برای پدرم و مادرم محبت بفرمایید. مبارک باشه انشاءالله. برای خودت نخواستید؟ قبلا گرفته بودم. عزت آقا صحبت‌هاشون واقعا دلگرم برای ما است. بندم خوشحالم از اینکه به حمدالله ورزش رو به پیشرفته و این پیشرفت باید ان شاء الله ادامه پیدا کنه. آقا پرچم خانم امیرعلی رو بردم. هزار ماشاءالله. یه انگشتم از آقا گرفت. مبارکت باشه. این حالت طلاس برام. میتونم خواهش کنم چند ثانیه اینجا بایستین یک عکس یادگاری بشه؟ میشه؟ و در پایان عکس یادگاری رهبر انقلاب و ورزشکاران و قهرمانان المپیک و پارالمپیک. همونطور که دیدید رهبر انقلاب امروز با قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی دیدار داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار یک نکته اساسی بیان کردند که عبارت بود از تجلی و درخشش هویت ملی، سیاسی و اسلامی در کنار مهارت‌های ورزشی در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک. رهبر انقلاب به سیاست‌های دوگانه کشورهای حاکم بر مسائل ورزشی بین‌المللی و ادعای آنها مبنی بر سیاسی نبودن ورزش نیز اشاره کردند و گفتند این کشورهای مدعی رژیم صهیونیستی را از بازی‌ها محروم نکردند.
چند توصیه مهم هم در این دیدار مطرح شد، از جمله توجه به رشته های پرمدال همچون کشتی، استعدادیابی از دوران نوجوانی، توجه به معیشت و اشتغال ورزشکاران و توجه به ورزش همگانی در کنار حمایت از ورزش قهرمانی. چند روز تا اول مهر باقی مونده، کلاس اولی ها مثل هر سال زودتر راهی کلاس های درس شدند. در روزی به نام جشن شکوفه ها که صحنه های جالبی داشت. روز اول مدرسه رفتن کلاس اولی ها برای خودش دنیایی داره. گلیل کجا میبری؟ برای خانم مشرق. معلم آره؟ بله. از این دانش آموزانی که آخر خوشحالی از این روز بودن. بچه ها روز اول مدرسه خوش گذشت؟ خوشحالی ناراحتی چی؟ خوشحالم. مدرسه خیلی خوبه، درس خون میشم، با سواد میشم. خوبی؟ نه خیره، من خیلی چولاتیه. گندوناتی چرا افتاده همتون؟ تا این دانش آموزانی که جنب جوش و شلوغی تو کلاسشون رو ببین. شلوغ نگاه کن. برخی از کلاس اولی ها صحبت های جالبی داشتن بابت این روز. خیلی من دوست دارم درس ها. اون باری کله چرا اینقدر دوست داری؟ برنگ حس خوب بهم میده. باید با سواد داشیم، یه کاره داشیم، خیلی خوب باشیم. میخوایی چی کار بکنی؟ میخوایم بازی کنیم. با کی اومدی؟ مامان بابا. فیقولی ها میرن کلاس اولی شالله، بله؟ بله. یکی هنوز هیچی نشده، دلش برای پدر مادرش تنگ شده بود. دلم تنگ شد. آخی بیا، برای کی دل تنگ شد؟ دل برای مامانم تنگ شده. و اون یکی روز اول مدرسه ببینید دلش برای کل فامیل تنگ شده بود. خیلی دوست داشتنیان فامیلا، عمه، خاله، دایی، همه بریم که تا ما رو نزده. باشه بازی نزن منو. پدر مادرها از احساسشون گفتن. همراه بچه‌م باشم در تمامی مراحل زندگیش. و معلم ها از عشق معلمی. خانم معلمو چقدر دوست داری؟ خیلی خوشحالم که بچه‌ها رو دارم میبینم. امسال 100,000 نفر به کلاس اولی ها اضافه شده است. کل جمعیت دانش آموزان کلاس اولی در کشور حدود 1,500,000 نفر است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. کارمندان کلان شهرها 2 هفته اول مهر رو شناور سر کار میدن. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد ساعت آغاز به کار دستگاه های اجرایی در کلان شهرها 2 هفته اول مهر از ساعت 7 تا 9 شناوره. رؤسای دستگاه های اجرایی هم مکلف شدن برنامه ریزی کنند با رعایت ساعت کاری روزانه کارکنان خللی در ارائه خدمات ایجاد نشه. بهارستان میزبان یک مهمان سرزده. رئیس جمهور امروز بعد از به صدا در آمدن زنگ پایان نشست علنی مجلس به صحن بهارستان اومد و با نمایندگان مجلس دیدار کرد. به گفته که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در این نشست شماری از نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف از جمله موضوعات اقتصادی و معیشتی، قطع برق در برخی نقاط، لزوم تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، رسیدگی به مشکلات شهرها و روستاهای مرزی، تسریع در اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، توجه به قوانین بالادستی در انتصابات دولتی و ناترازی‌های بانکی پرداختند و صحبت‌های آقای پزشکیان را شنیدند. اما نمایندگان در جلسه علنی امروز با حذف احکام نامعتبر در حوزه‌های کار و حمل و نقل موافقت کردند. تا حالا نصف قوانین منسوخ شده با رأی مجلس و با هدف تسهیل اجرای قانون در عرصه‌های قضایی و اجرایی از فهرست قوانین موجود حذف شده. از وزیر سمت به تولید کنندگان و صنعتگران،
خیالتون راحت، بخشنامه های خلق و سایه نخواهیم داشت. سعی خواهم کرد بخشنامه خلق و سایه ندم. سعی خواهم کرد در تمام کمیته هایی که الان شما در بخش های مختلف صنعت، تجارت و معدن دارید، حتما نماینده های بخش خصوصی، این قانونه، نماینده های بخش خصوصی حضور داشته باشن و حتما نماینده های خودتون رو بفرستید اونجا، بیان اعمال نظر کنن، حرفشون رو بزنن. آقای عطابک درباره لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل هم گفت واردات کالا با ارز آزاد هیچ ممنوعیتی نداره. کنترل ها رو بر جاهایی که ارز خاص نمیدیم نخواهیم کرد، یعنی شرایط رو برای جایی که ارز نمیدیم، ارز عادی دارن میگیرن، کنترل نمیکنیم. اما زنجیره رو نظارت داریم روش و بر اساس نظارتی که رو زنجیره خواهیم داشت نگاه میکنیم به قیمت ها. نرخ سود بانک ها بازار سرمایه رو کساد کرده. رئیس سابق سازمان بورس امروز در مراسم تکریم و معارفه رؤسای بورس خطاب به وزیر اقتصاد از این موضوع انتقاد کرد. بیش از 30% الان بانک ها دارن سود پرداخت. آقای دکتر متی با 30% اسمی و که نرخ مؤثرش میشه 35%، تقریبا هیچ سرمایه گذاری توجیه نداره، یعنی اصلا توجیه نداره کسی سرمایه گذاری دیگه ای بکنه. 35% سود بدون ریسک داره پرداخت میشه در سیستم بانکی. خب این یکی از چالش های جدی بازار هست. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت عصای موسی ندارم که مشکل آلودگی هوا رو یک شب حل کنم، ولی قول میدم با جدیت پیگیری کنم. خانم ترابی گفته برای حل مسئله آلودگی هوا در نیمه دوم سال به تعطیل کردن مدارس و ادارات اکتفا نمی کنیم، اما با توجه به ناترازی انرژی در کشور سازمان حفاظت محیط زیست هم قدرت لازم رو برای توقف انتشار آلاینده ها نداره. خانم ترابی گفته میزان استفاده از آلاینده ها رو پایش می کنیم تا اطمینان پیدا کنیم همه دستگاه ها وظایف و برنامه های عملیاتی رو در طول سال انجام میدن. دبیر شورای امنیت ملی روسیه پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور رو به دست رئیس جمهور کشورمون رسوند. آقای پزشکیان در این دیدار تقویت همکاری ها رو موجب کاهش اثر بخشی تحریم ها علیه دو کشور دانست و گفت روابط تهران مسکو در مسیری ماندگار توسعه خواهد یافت. سرگئی شویگو هم در این دیدار بر تغییر ناپذیر بودن موضع کشورش برای همکاری با ایران در مسائل منطقه‌ای گفت پوتین منتظر ملاقات با رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس بریکس. سویچ ماشینالات سنگین راهسازی ساخته شده در هپکو به شهرداران 24 شهر تحویل داده شد. مدیرعامل شرکت هپکو گفت این ماشینالات اولین محموله ای که قرار طبق تفاهم نامه 1000 دستگاهی ماشینالات راهسازی برای شهرهای زیر 50,000 نفر ارسال میشه. ماه به ماه ما سعی میکنیم 20 الی تا 30 دستگاه تحویل شهرداران عزیز کشورمون بدیم. کمتر از در واقع 15 ماه ما به تعهد 1000 دستگاهمون انجام کنیم. رئیس جمهور در حکمی آقای علاءالدین رفیع‌زاده رو به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب کرد. آقای رفیع‌زاده مدرک دکترای مدیریت دولتی داره و در سازمان اداری و استخدامی مسئولیت‌های متعددی از جمله مشاور معاون رئیس جمهور، رئیس امور مدیریت عملکرد و معاون نوسازی اداره رو بر عهده داشته. خارج از گود امشب دل پری داره از فوتبال، از ماجراهای ادامه دار ورزشگاه شهر قدس تا داستان وظیفه شناسی مادر عکاس. سلام، بازی استقلال و الغرافه در لیگ نخبگان آسیا در شهر قدس برگزار شد.
اما این بازی ماجراهای زیادی داشت. اون از شب قبل از مسابقه که موقع تمرین تیم الغرافه برق ورزشگاه قطع شد و تو تاریکی تمرین کردن، روز مسابقه هم آسانسور خراب شد و مهمونا از پله بالا رفتن. یکی نمیتونه پله بیاد بالا، آسانسور خرابه. اینم از جایگاه استقرار دوربین‌های کمک داور ویدیویی که لرزان بود و 15 دقیقه قبل از شروع بازی درست شد. اما یه نکته، وقتی ورزشگاه آماده‌ای تو تهران نداریم و ورزشگاه‌های خوبی مثل ورزشگاه امام رضای مشهد، فولاد آرنای خوزستان، عراق، نقش جهان اصفهان و یا یادگار امام تبریز داریم، چرا باید جایی میزبانی کنیم که امکاناتش جور نیست؟ میگن خیلی ها به خاطر این اتفاقات دنبال گرفتن میزبانی از ایرانن. لطفاً کمتر گزک دست دیگران بدید. سالن برگزاری مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا تو یزد و یه دست مریضات به خانم عکاس که در کنار وظایف شغلی وظایف مادریش رو هم فراموش نکرد. تو خارج از گود سه هفته پیش وضعیت زمین‌های چوگان رو نشون دادیم. سبب عدم نگهداری درست زمین، ما همین هفته پیش هم شاهد بودیم یکی از بهترین اسبامون متاسفانه دچار شکستگی شد و تلف شد. یه وضعیت فوق العاده بد داره بازی کردن توش، خیلی خطرناکه هم برای بازیکن هم برای اسب. حالا وزیر تازه نفس میگه اون صحنه های زمین خوردن اسب ها رو دیده و قول داده آستین ها رو هم بالا بزنه. متاسفم از اون اتفاق، قطعا دیگه ما شاهدش نخواهیم بود. قبلا کم لطفیایی در مورد چوگان داشتیم، این کم لطفیا رو در واقع پایان خواهیم داد. البته آقای وزیر خودشون بهتر از ما میدونن که چوگان وارد المپیک 2028 لس آنجلس شده و انشالله که این وضع رو هرچی زودتر درستش میکنن. طرفدارای اماراتی که از باخت خونگی تیمشون به ایران ناراحت بودن، ظاهرن بهتر از بازیکنای تیم ملیشون نشونه گیری میکنن. حالا اون بازیکن اماراتی شانس آورد قلی زاده اونجا بود، وگرنه اون بطری آب مستقیم خورده بود تو مرکز هدف. هم تصاویری ببینید از ال کلاسیکو فوتبال ونزوئلا که بازیکنهای تیم میهمان در اعتراض به داور پنالتی هاشون رو بیرون میزنن. اینم یه جور اعتراض به داوریه دیگه، یکی با داد و بیداد، یکی هم اینجوری. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. اختلاف‌ها در جهان اسلام به صهیونیست‌ها جرأت جنایت داده. رئیس جمهور در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت، اختلافات در جهان اسلام و سکوت و بی‌تفاوتی برخی دولت‌ها را موجب جرأت رژیم صهیونیستی در جنایت علیه مردم غزه و کشتار زنان و کودکان بیگناه فلسطینی دانست و بر اهمیت تلاش برای تقویت انسجام میان مسلمانان تاکید کرد. آقای پزشکیان این رو هم گفت: انتخاب توانمندترین افراد فارغ از قومیت، نژاد، مذهب و وابستگی‌های جناحی ختمش دولت در واگذاری مسئولیت‌های کلیدیه. انصار الله یمن پای میز معامله با آمریکا نیومد. عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله از پیشنهاد واشنگتن برای به رسمیت شناختن دولت این جنبش در صنعا در ازای توقف حملات به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. محمد البخیتی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت انصار الله این پیشنهاد وسوسه انگیز واشنگتن رو رد کرده است. خب همونطور که در ابتدای این بخش خبری خدمت شما عرض کردم، در انفجار دستگاه‌های ارتباطی در پایتخت لبنان تا این لحظه چند نفر شهید و بیش از 2700 نفر زخمی شدند. به لبنان میریم و گفتگو میکنیم با همکارم آقای حسینی. آقای حسینی سلام بر شما، از آخرین خبرها در لبنان برای ما بگید. با سلامت مت شما و بینندگان محترم. سلام. اونطور که وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد، شمار مجروحان این حمله سایبری رژیم صهیونیستی به دستگاه پیجر، دستگاه ارتباطی پیجر در لبنان به حدود 2750 نفر رسیده. تعداد شهدا تا این لحظه 10 نفر هست. با توجه به وخامت حال، حدود 200 نفر از مجروحان احتمال افزایش تعداد شهدا وجود داره. ما الان در یکی از بیمارستان‌های شهر بیروت هستیم و مشاهده کردیم که
تعداد زیادی از شهروندان لبنانی از طوایف مختلف مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی آمدن برای اهدای خون برای درمان مجروحین. ابراهیم الموسوی یکی از نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان اعلام کرد که بیشتر مصدومان و مجروحان این حمله رژیم صهیونیستی که اون رو کشتار جمعی توصیف کرد شهروندان غیر نظامی هستند. قطعا تعدادی از نیروهای حزب الله هم در اتفاقی که امروز افتاد در این حمله مجروح شدند. فرزند علی عمار یکی از نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان مجروح شد. آقای مجتبی عمانی سفیر کشورمان در لبنان هم یکی از مجروحان این حمله رژیم صهیونیستی است. حزب الله در بیانیه رژیم صهیونیستی را مسئول این حمله ددمنشانه به لبنان دانست و به تاکید که به تهدید کرد که قطعا پاسخ این حمله رو رژیم صهیونیستی دریافت خواهد کرد. وزیر اطلاع رسانی لبنان هم این جنایت رژیم صهیونیستی رو محکوم کرد و مسئولیت کامل این حمله رو متوجه صهیونیستی دانست. در این میان ما شاهد این هستیم که در فلسطین اشغالی رژیم صهیونیستی از بیم پاسخ حزب الله در آماده باش کامل هست. حزب الله هم در بیانیه خودش تاکید کرد که تمام یگانهای مقاومت در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش قرار دارد. متشکرم آقای حسینی. در بخش‌های بعدی خبرها را از شما پیگیری خواهیم کرد. شب بخیر و خداحافظ.